از اون ور قضیه هم خبر داریم. حتی امامان شیعه در زمان حیاتشون هم خودشون چون این ادعایی ندارن، ولی ما خبر داریم، ما از ملکوت اعلی هم خبر داریم که خداوند عالم هر در عرش اعلی اساسا چه فکر میکنه، چه تصمیماتی میگیره. ما به اینجاها رسیدیم در اثر انقلاب شکوهمند. میگید نه این روحانی رو دیگه که من نیستم که حرف منو باور نکنین، حرف یک روحانی بر منبر با هم میبینیم. یکی از دوستان سردار که عقد و خوبتم با سردار داره، وصیت سردارم دست ایشون بود و دفنشم با ایشون بود، ایشون میگفت سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت، گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد، یعنی بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم، یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام. بله، یکی از دوستان که عقد و اخوت هم داشت با قاسم سلیمانی، ولی این یکی از دوستان که عقد اخوت هم داشت تعریف نکرد که بر سر اون مهدی المهندس چه آمد، اونو کی بغل کرد؟ و چند پاسداری هم که همراه اونها بودن اونا رو کی بغل کرد و برد دارالسلام و یا جاهای دیگه. امیدوارم این یکی از دوستان یا حداقل یکی دیگه از دوستان که عقد اخوت با مهدی المهندس و بقیه داره اونم بیاد و بگه بالاخره بر سر اونا هم چه آمد، ما خیالمون راحت بشه و این آمریکایی هم دیگه از این کارهای بیهوده نکنن که مثلا فرض کن یکی از دوستان بعد بیاد بگه چه شد. اینا هست، باید توجه بکنیم. نهایتا این شد که آمد امام اول شیعیان بغل کرد قاسم سلیمانی چند دقیقه قبل، یعنی اطلاع داشتن که داره یه همچی اتفاقی میفته. موشک خورد، حالا اونجا به هرچی خورد، شاید ماکت قاسم سلیمانی بوده، من نمیدونم. اینا دیگه بعد یکی از دوستان خواهد آمد و خواهد گفت که چه بوده و چه نبوده، به خصوص در مورد مهدی المهندس که حداقل خانوادش هم یه مقداری خیالشون راحت بشه. دروغ واضح است باشم، جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شوهر هم واجب است.